بسم الله الرحمن الرحیم. سوره یوسف، سوره 12، آیه شماره 101. ربی قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين آیه های 101، 102 و 103 از سوره یوسف تقدیم شد. در آیه 101 تعدادی از خطوط تلفن در زمان تنفس مرتب روشن و خاموش می شد. بعد از مدت ها که هم ما هم شما عادت کردیم که با تلفن با هم صحبت نکنیم، دلایلش رو هم خودتون بهتر می دانید. هفته آینده که من مهمان خانم کامرانی خواهم بود، این عادت شکسته خواهد شد و سوالاتی رو که نزدیک به 2 سال است نگه داشتید می توانید که در اون برنامه سوال بکنید. برای این برنامه در فکر این هستیم که شاید بشود که با یک نظم و ترتیبی در ارتباط با از طریق تلفن با شما قرار بگیریم که شرایط اون رو اگر عمری بود هفته های آینده عرض خواهم کرد. ولی من شخصا با اینکه کسی مجاز باشه به تلویزیون تلفن مجانی بکنه و وقت گرانبهای دیگران رو به صورت مجانی اشغال بکنه، با این کار کاملا مخالف هستم. بایستی که حتما موضوع سوال مطرح باشه، از قبل گفته شده باشه که شخص بتواند جواب سوال رو معین بکند و در کوتاه‌ترین زمان سوال مطرح بشه، در کوتاه‌ترین زمان جواب پرداخت بشه و ضمناً بینندگانی که علاقه به این کار دارند تعهد بکنند که عفت کلام رو رعایت بکنند و بعد هم ساعتی غیر از این ساعت باید باشه برای این کار و هزینه این کار رو کسانی باید پرداخت بکنند که در گروه های 5 نفره و 10 نفره مایل هستند که گفتگوهای تلویزیونی بکنند. امیدواریم که این نرم صحبتهای تلویزیونی که به علت مجانی بودنش از ارزش هم خارج شده در آینده بتواند تعمیر و ترمیم بشود. این است که به شبکه آریانا در زمانی که من در خدمت شما هستم تلفن نفرمایید که پاسخی نخواهید گرفت، ولی می توانید با ایمیلی که من دارم با من مکاتبه کنید. در سوره 12، سوره یوسف، آیه 101 می گوید ای رب من قد آتیتنی، تو به من دادی، تو به من عطا کردی ای رب من، من الملک، از ملک رو، از پادشاهی رو، از ریاست و زعامت رو به من عطا کردی، به من دادی و علمتنی و به من علم دادی، علم آن را دادی که به من علم تأویل احادیث را دادی. ای تویی که
فاطر السماوات و الارض، ای تویی که فاطر سماوات و فاطر ارض هستی. انت تو هستی، ولیی، ولی من، فی الدنیا و الاخره، در دنیا و در آخرت. توفنی، فوت مرا بیاور، در فوت قرار بده مرا، مسلمان، در حالی که مسلم هستم. والحقنی، و الحاق کن مرا، ملحق کن مرا، به صالحین، به کسانی که فعل فاعل صلح رو انجام میدند. من رو ملحق کن به فاعلین فعل صلح. در این آیه اشاره می کند به رب و نه به الله. ما تعداد کثیری، واقعا کثیر که عرض می کنم یعنی خیلی زیاد، ایمیل داشتیم در هفته گذشته که گله کرده بودند که قرآن رو هم که همه تلویزیون ها می خوانند و در ترجمه های مختلف وجود داره، در اینترنت هم وجود داره، علت علاقه ما به برنامه شما و علت علاقه ما به نحوه برخورد شما با قرآن تفصیل در تجزیه و تحلیل و تشریح مفاهیم و معانی قرآنی بود و در جلسات اخیر دیده شده که شما قرآن رو با سرعت می‌خوانید. البته من خودم این حرف رو قبول ندارم، اما من چون تابع شما هستم و گروهی هم هستند که میگن خیلی متول میخوانی قرآن رو و هیچ وقتی به عمر تو این قرآن تمام نمیشه، من فکر میکنم که یک سوره دیگه قرآن هم به عمر من تمام نمیشه. اما گروه دیگری هم هستند که در این هفته گذشته تعدادشون بسیار زیاد بود و اینها همه گلمند بودن که و تهدید میکردن که ما دیگه این برنامه رو نگاه نمیکنیم به خاطر اینکه شما خیلی سریع از روی مطالب رد میشید و ما اون دقت رو که در گذشته در شما میدیدیم نمیبینیم و از شما میخواهیم که بیشتر راسخ در قرآن باشید و بیشتر در عمق مفاهیم و لغات قرآنی فرو بروید. حالا ما یک هفته به میل اون عده عمل میکنیم، یک هفته به میل عده ای که یک کمی سرعت رو بیشتر میپسندن. چه کنیم که ما با این وقت محدودی که داریم باید رضایت همه رو فراهم بکنیم، ولی بالاتر از همه باید رضای خدا رو فراهم بکنیم. در این آیه، آیه 101 اشاره میکند به رب و به الله اشاره نمیکند. الله شامل رب میشود، اما رب لزوما شامل الله نمیشود. یعنی وقتی که ما میگوییم رب لزوما به الله اشاره نمیکنیم، اما هر وقتی که میگوییم الله حتما در دل مفهوم الله رب هم هست، چون رب یکی از مظاهر فاعلیت یا یکی از صفات مرکب فاعلیت الله هست و رب با الله این تفاوت رو دارد که اگر بخواهیم که مثالی این موضوع رو توجیه بکنیم باید بگوییم که رب مخلوق الله هست. رب مجموعه صفاتی است که جنبه فاعلی دارد و مربوط می شود به نظام هستی. رب به معنای در لغت به معنای سلطان، به معنای قاهر، به معنای چیره، مربی، معلم، مغذی، غذا دهنده، تأمین کننده، امنیت دهنده، حمایت کننده، حامی، شافی و کافی، یعنی که در کمال صفات فاعلی رب برای هدفی که ربوبیت
اون رو معین میکنه دارای کمال و دارای کفایت هست. یعنی هر منظوری که از آفرینش صفت مرکب ربانیت وجود داشته، رب قادر هست که تأمین بکند امکاناتی رو که منجر می شود به رسیدن به اون هدف. یعنی همه قوانین و احکام و ضوابط آفرینش تابع یک امر کل و یک قدر و یک فرمان و یک مشیت متحد و کامل و شامل است. در آیه 101 اشاره می کند به اعطای ملکیت به یوسف. یوسف به خدا می گوید که الهی قد قطعاً بی تردید تو به من ملک یا پادشاهی رو عطا کردی و به یوسف مقام عزت، مقام اولویت، مقام علویت یعنی برتری و اعلا بودن، مقام سلطه، همه اینها رو تو به من عطا کردی. و ما میبینیم که یوسف اظهار میکند که عزت و سلطه و قدرت من تابع صفت ربانیت است. این فرض که در اینجا بگوییم که وجود مطلقی به نام احد و صمد و مستغنی و مستقل که اینها صفات الله است، صفات فاعلی الله است، اگر ما بگوییم که به زبان ساده تر الله حکم سلطنت یوسف رو امضا کرده است، یعنی بدون واسطه ربوبیت و بدون واسطه صفات فاعلی ربانیت، الله مستقیما در ساختمان سلطه و پادشاهی یوسف مؤثر و دخیل بوده. به این ترتیب الله از مقام صمد خارج می شود، از مقام استغنا و اطلاق خارج می شود و تبدیل می شود به اللهی که هنوز حکم پادشاهی یوسف را امضا نکرده و الله دیگری که حکم پادشاهی یوسف را امضا کرده، اللهی که هنوز یوسف را به پادشاهی مجهز نکرده و اللهی که یوسف رو به پادشاهی مجهز کرده. یعنی اصل استغنا از بین میره، در اینجا سقوط میکنه به علت اینکه استغنا از مشخصات عدم تغییر است و چون احتیاج به تغییر نیست، چون کامل است، اکمل است، احتیاج به کمال ندارد، تغییر نمیکند، مستغنی از تغییر است و چون مستغنی از تغییر است، تغییر نمی کند و چون تغییر نمی کند دوتا نمی شود و بنابراین احد می شود. اما اگر استغنای او از بین برود و استغنای او به لحاظ تغییر او از بین می رود، اون وقت نه صمد است دیگر، صمد یعنی لا یتغیر یعنی مطلق، و چون صمد نیست یعنی تغییر کرده، از خدای شماره یک به خدای شماره دو، از الله شماره یک به الله شماره دو. الله شماره یک اللهی است که هنوز یوسف رو به مقام سلطنت بر نگزیده، الله شماره دو اللهی است که یوسف رو به سلطنت برگزیده. بنابراین اصل تغییر در حالات الله در واقع نافیه
با صفت فاعلی احدیت خداست، یعنی دیگه احد نیست، دو تا خداست، بنابراین واحد احد در اینجا این صفت ساقط می شود. تقدیر کل امر در ارتباط با نظام هستی یک امری است که معمولاً با اراده و تغییر حق اشتباه می شود. در اینجا ملاحظه می کنیم که یوسف به رب می گوید نه به الله. رب قد آتیتنی، ای رب من، نه الله من. روی سخن او با الله نیست. ای رب که مرا شایسته مقام ملکیت و سلطنت کردی. اشاره به تقدیر کل امر در ارتباط با نظام هستی می کند که امری استثنایی به وقوع نپیوسته. اگر با الله سخن می گفت و اگر روی سخن او با الله بود، در واقع به این ترتیب آیه معنی می شد که ای خدای مطلق، ای الله، تو وارد یک امر استثنایی شدی و باعث شدی که یک امر استثنایی خارج از ضابطه آفرینش تو و خارج از قانون حکمت تو که قبلا در قرآن گفته ای که به استوا رسیده و خدا بر عرش نشسته و حکمت او به کمال رسیده در خلقت جهان هستی و جهان هستی وقتی لباس هستی بر تن کرده تابع قانون ربانیت یا نظام هستی است. اون وقت اگر به الله بگوید که تو خارج از قانون عرش و خارج از قانون ربانیت تغییر حالت داده ای و الله مستقیما شخصی به نام یوسف رو به مقام پادشاهی انتخاب کرده، به مناسبت سبب و علتی که از یوسف برخواسته، یعنی در اینجا یوسف علت می شود، خداوند معلول می شود. یوسف در این قسمت اگر این طور معنی بکنیم مقامی پیدا می کند که در واقع ایجاد بعثت می کند و خدا مبعوث می شود و این با فلسفه توحید، فلسفه معاد و فلسفه عدالت در قرآن در منافات قرار می گیرد. این سوال مطرح می شود که به این ترتیب اگر ما موضوع رو بررسی بکنیم، موضوع گزینش پیامبران به چه صورت در می آید؟ آیا در مورد گزینش پیامبران ربانیت باعث این کار می شود یا الله به طور مستقیم یک انسانی رو بر می گزیند و پیامبر می کند؟ و یا اینکه پیامبر در زمانی که خمیرمایه خلقت رو می ریختند، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، اندران خلوت شب آب حیاتم دادند، آیا در زمانی که این آب حیات رو با جسم مخلوط می کردند و اساس کائنات رو می ریختند، اساس رسالت معین شده یا رسالت امری است که زمان در او مؤثره، اراده شخص در او مؤثره، تولید و جماد بودن و حیات داشتن در او مؤثره؟ آیا پیامبر رو در نسخه اصلی آفرینش معین کردند یا پیامبر بعدن استثناءً به وسیله الله انتخاب می شود؟ یعنی باز الله اراده به امری می کند که کاربرد اون اراده باعث تغییر
صفت صمدانیت الله می شود. موضوع رسالت و موضوع اصالت رسالت و انتخاب رسالت و چگونگی وقوع رسالت یکی از بحث‌های بسیار طولانی و سنگینی است که حتما آیه های مربوط به آن که بالا خواهد آمد در مورد آن صحبت خواهیم کرد. علت طرح این مطالب در این عمق این است که باز گاهگاهی دیده می شود که ما قرآن رو سرسری می گیریم و قرآن رو کتابی می گیریم که ضمن این که میسر و ممکن است یاد گرفتن قرآن، اما دقت و ممارست و تمرین و پشتکار لازم دارد. قرآن در درجه اول باید تجلیل بشود، تسبیح بشود. ما باید مقر به عظمت قرآن بشویم تا از قرآن انتظار داشته باشیم که به ما بیاموزد آنچه را که در صفت عظمت و قدرت خدا قرار دارد. این که قرآن رو به ظاهر و به سرعت و اون هم دانسته و ندانسته بخوانیم و بگذریم و انتظار داشته باشیم که رسوخ در قرآن پیدا بکنیم، هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. میبینیم که هر لغت کوچکی از قرآن و هر دقت مختصری در قرآن چه درهای سوال بیشماری رو باز میکند و هر سوالی که پاسخ داده بشود صدها سوال دیگر مطرح می کند. کسانی که کم حوصله هستند وقتی با این ترتیب آموزش برخورد می کنند تحمل اون رو نمی کنند، یا قرآن رو می بندند در بست قبول می کنند که هیچ ارزشی ندارد، یا قرآن رو در بست رد می کنند که اون هم هیچ ارزشی ندارد. در اینجا در این فرصت کوتاه من هرگز قادر نخواهم بود که به این سوالات پاسخ بدهم، اما همینقدر فرصت دارم که طرح سوال کنم و ذهن شما رو متوجه این موضوعات بکنم که در واقع من به عنوان سوال کننده از شما میپرسم که تکلیف ما با این سوالاتی که در ذهن یک انسانی مثل من با یک شعور و سواد متوسط ظاهر میشود چیست، و شما چگونه از قرآن به این سوالاتی که در ذهن انسان ظهور می کند و به وجود می آید پاسخگو خواهید بود. الله به هیچ کس ملک نمی دهد. بلکه افراد دارای قدر و امکان و اختیار و مسیر می شوند تا با کاربرد اراده و اختیار مشمول قوانین علی که در نظام طبیعت وجود دارد، قوانینی که هر علتی یک معلولی به وجود می آورد، هر کنشی یک واکنش به وجود می آورد، هر عملی یک عکس العملی به وجود می آورد. ما وقتی اعمال ارادی انجام می دیم، این اعمال ارادی ما که با اختیار ما انجام می شود، با امکان ما انجام می شود، با اراده ما انجام می شود، یک بازتابی دارد، یک عکس العملی دارد. مجموعه اون بازتاب ها و عکس العمل ها کارنامه اعمال ما را تشکیل می دهد و اتفاقاتی که در زندگی ما می افتد، در بعد اختیار صحبت می کنیم نه در بعد جبر، در بعد اختیار امکانات ما باعث وقوع اتفاقات می شود. حوادثی که به وجود می آید، شرایطی که به وجود می آید، همه اینها رو ما خالقش هستیم در بعد اختیار. اون چه که در بعد اختیار واقع می شود، خالق اون ما هستیم، خالق ما خداست. ما با اراده و اختیار و ظرفیت و استعداد و دانش و معرفتی که داریم اراده به انجام کارهایی می کنیم که بر حسب آن که چه کاری می کنیم و اراده بر چه کاری تعلق می پذیرد، پاسخ عکس العمل و جواب او تفاوت می کند و شرایطی که واقع می شود تابع اختیاری است که ما با نیروی اراده از اون استفاده می کنیم. موضوع مهم در اینجا موضوع استحقاق و موضوع صلاحیت در اکتساب و انتباق است.
یعنی چه وقتی ما استحقاق دریافت یک محصولی رو میکنیم، چه وقتی ما صلاحیت دریافت یک محصولی رو پیدا میکنیم، و چه وقتی ما قادر هستیم که اکتساب بکنیم، به دست بیاوریم یک نتیجه ای رو. یعنی سه عنوان استحقاق و صلاحیت و اکتساب، همه اینها باید با هم منطبق بشود تا اینکه یک واقعی در عالم خارج به وجود بیاید و یک تغییری و یک واکنشی نسبت به کنش و عملی که ما انجام می‌دهیم به وجود بیاید، که همه اینها در موقع خودش اگر عمری باشد همه اینها رو قرآن پاسخ داده. منتهای مراتب باید فرصت باشد از نظر زمانی که انسان بتواند ورق ورق قرآن رو مطالعه بکند و پاسخ همه اینها رو در قرآن پیدا بکند. الله، الله نه حاکم معین می کند، نه پادشاه معین می کند، نه ولایت در فقه انجام می دهد و نه قانونگذار برای بشر معرفی می کند. کار الله وقتی که خلقت در شش مرحله به کمال میرسه، نظام خلقت و نظام آفرینش که ربانیت هم بخشی از نظام آفرینش هست، در کنش و واکنش و عمل و عکس العمل و فعل و انفعال قرار میگیرند. الله خارج از قانون و نظام هستی و آفرینش قدر و تقدیر و کل امر، خارج از کل امر که قانون خدا و قدری که خدا برای هر جزئی از اجزای آفرینش معین می کند، نقش الله به طور مستقیم و خارج از قانون عرش و قانون امر کل و قانون تقدیر به مقدوراتی که خداوند خلق می کند، وجود خارجی نمی تواند داشته باشد. البته همان نیرو و امکانی که یوسف کسب کرده و از طریق آن به ملک و ملکیت و پادشاهی رسیده از آن خداست و آنچه او به دست آورده تابع قانون و نظام خلقت است، و این است که برای همان عنایتی که خداوند در امکان و ظرفیت و قانون هستی گذاشته است، انسان برای دریافت آن باید شاکر و قدردان باشد. موضوع دوم که در اینجا مطرح می شود، بعد از عنایت ملک که از طرف رب به او داده شده است، موضوع تعلیم علم تأویل احادیث است. بعد از اینکه میگوید خدایا تو به من، ای رب به من، یا ربی، ای رب به من، تو به من ملک عطا کردی، پادشاهی و عزت و زعامت عطا کردی، و تو به من علمتنی من تأویل الاحادیث، و تو به من علم تأویل احادیث را تعلیم دادی. همونطور که در جلسات بسیار گذشته عرض کردم، پس تأویل احادیث یک علمه، و تعریف علم این است که علم عبارت است از مجموعی از تجربیات مرکب و مترادف. علم عبارت است از مجموعه از تجربیات مرکب و مترادف و منظم که همه این تجربه های مترادف و منظم و مکرر و مرکب دارای یک نتیجه واحد باشند. اساساً علم
بر اساس تجربه های مکرر و کثیر و دریافت نتیجه واحد، این می شود علم. یک چیزی رو چندین بار ما تجربه می کنیم و این تجربیات رو در جاهای مختلف انجام می دیم، به یک قانون دسترسی پیدا می کنیم بر اثر اون تجربه ها. به این قانون می گوییم علم. این خلاصه ترین تعریفی است که میشه برای علم کرد. الا تعریف های طولانی تری داره که از حوصله برنامه خارج میشیم. اون چه که مسلم است در اینجا و بسیار قابل توجه این است که قرآن به موضوع تأویل احادیث عنوان علم میده. یعنی تأویل احادیث رو به عنوان یک علم قرآن به ما تدریس میکنه، اشاره میکنه به او به نام یک علم. و به همین علت هست که یوسف به رب میگوید و علمتنی، و تعلیم دادی به من تأویل احادیث رو. تأویل عبارت است از استنباط یک موضوع و یا یک حادثه. یک موضوعی یا یک حادثه ای رو که ما از اون استنباط میکنیم، این استنباط ما از اون واقعه تأویل نام دارد. منتها تفاوت تأویل با استنباط در این است که وقتی یک موضوعی یا یک حادثه‌ای میتواند که چندین معنا و مفهوم داشته باشد، اون وقت وقتی که اولویت و در واقع قرابت یا نزدیکترین بودن استنباط رو به واقعیت ما درک میکنیم و معرفت به او پیدا میکنیم، به این استنباط میگوییم تأویل. به بیان دیگر، اگر یک واقعی، یک عبارتی، یک موضوعی چندین معنی مختلف داشته باشه، مثلا در قرآن ما به کلمه ضربه بر میخوریم که 58 بار در قرآن این واژه تکرار شده، از این ریشه استفاده شده، و 32 معنای مختلف از این واژه استنباط میشه. معنای ضربه زدن میده، معنای فاصله گرفتن میده، معنای راه رفتن میده، معنای مثال زدن میده، معانی مختلف داره، به وجود آوردن میده، رد شدن میده، عبور کردن میده، افتادن میده، گشتن میده، قدم گذاشتن میده. حالا بین این 32 معنای مختلف که ما از یک لغت داریم، فقط استنباط کافی نیست، چون همین استنباط اگر بکنیم بایستی که 32 معنای مختلف رو که گاه این معانی با هم مخالف هم هستند، زبان عربی این خاصیت رو داره که اینطور هست، یعنی معانی یک لغت واحد ممکن است که مترادف و ممکن است که متخالف باشد، متباین باشد، اصلا با هم دیگه تباین و تضاد معنی داشته باشد، که مثالهای اون هم فراوان موجوده. حالا ما وقتی که میخواییم استنباط بکنیم، اگر تأویل وجود نداشته باشه، بخواییم ما استنباط بکنیم، وقتی به جمله ای برمیخوریم که اگر بعد از هجرت از خلوت همسر خود به نتیجه نرسیدید، این بار از ضرب استفاده کنید، که در اینجا ضرب معنی فاصله میده، فاصله ای که همه متوجه این فاصله میشن، در حالی که هجرت از اتاق خواب بود و کسی متوجه نمیشه که این شخص تو اتاق خواب هم فاصله داره یا نداره. حالا این ضرب رو ما 32 معنا در مقابلمون قرار داره. ما قادر به استنباط واحد نیستیم اگر علم تأویل وجود نمی داشت. یعنی ما اگر قادر نبودیم که تأویل کنیم، چطور می توانستیم از 32 استنباط مختلف جمع هر 32 تا رو انتخاب بکنیم؟ همینطور به صورت قرعه کشی یکی از معانی اونها رو استفاده بکنیم، یا شعور و شرافت خودمون هر دو رو.
معمولا ما یکیش رو استفاده نمی کنیم. شعور و شرافت خودمون رو استفاده بکنیم و متوجه بشیم که در این عبارت با صغرا کبرایی که در این عبارت هست، با مبتدا و خبر و نتیجه‌ای که در این عبارت هست، با قاموس و ناموس کلی قرآن که در تطبیق قرار بدیم، مفهوم این آیه چیه و کدام معنی و کدام واژه باید بر واژه دیگر اولویت داشته باشه، برتری داشته باشه. تأویل به معنای بخشش اولویت، ایجاد حق تقدم یا پرایوریتی برای درک و استنباط یک مفهوم از یک واژه‌ای که کثیرالمعناست. تأویل عبارت از استنباط از یک موضوع و یک حادثه است، به نحوی که آن موضوع یا آن حادثه میتواند دارای چندین معنا و مفهوم باشد. اولویت و قرابت و نزدیکترین استنباط به درک واقعیت رو در اصطلاح تأویل، یعنی تقدم بخشیدن و برتری در انتخاب مفهوم از یک واژه، از یک موضوع، از یک حادثه یا از یک اتفاق رو تأویل میگوییم.